ها توی صحن یونایتد نیشن آویزان بود. این اسبی رو که توی این گرینکا پیکاسو کشیده و اون رنجی که توی این چهره این اسب هست که سمبل تمام رنجی که آدمای اسپانیا کشیدن و اون نیم میلیون آدمی که کشته شدن توی جنگ‌های داخلی رو، من اونو به صورت احترام به پیکاسو اینو حک کردم روی این پلز و داخل این چوب ها هست. البته باید دنبالش بگردین دیده بشین. این به من چیزی احترامی به یکی که قادر شده این آیکون رو در مورد رنج انسان استفاده کنه و بعد این آیکون داخل جایی که همه ملت ها هستن یعنی یونایتد نیشن گذاشته شده. گردین دیده بشین. این به من چیزی احترامی به یکی که قادر شده این آیکون رو در مورد رنج انسان استفاده کنه و بعد این آیکون داخل جایی که همه ملت ها هستن یعنی یونایتد نیشن گذاشته شدن. من تو زندگیم همیشه به سرنوشت اعتقاد داشتم و هیچ وقت فکر نمی کردم که این سرنوشت گریبان خود من هم بگیره. فکر می کردم که اینو تو کتابا می خونم و تو داستان ها، و همیشه فکر می کردم که این پرنده‌ای که از قطب جنوب پرواز میکنه میره به قطب شمال که یارشو پیدا کنه، سرنوشت اون یارشو گذاشته اونجا و این بی خود داره این دانس میکنه و میرقصه و این که بتونه اون پرنده رو پیدا کنه. و منم یه جوری این سرنوشت دنبال منم اومد و خیلی جالبه که من سر از یه خونه در آوردم و توی خونه زندگی میکنم که داستان این خونه زیاد بی ربط نیست به یه جوری من کشیده شدم به این سرنوشت این خونه و کسی که تو این خونه زندگی میکرده و یک جوری با من با سرنوشت من عجین شده که من دوست دارم این داستان این خونه هم براتون بگم. فکر میکنم که خارج از لطف نباشه. دلنشین بود و مرسی از اینکه با ما بودید و پای صحبت آقای اسفندیار احمدی بسیار سخنان شیرین و دلنشینی داشتن. و یه چیزی قابل توجه برای شما بینندگان عزیز بگم که قسمت دیگه ادامه این برنامه به ما آقای اسفندیار احمدی اجازه دادن که ما وارد این منزل بشیم، همونطوری که به اصطلاح تاریخچه کوتاهی از این خونه ایشون برای شما گفتم. خونه بسیار زیبا و جالبی هستش. حتما با ما و پای صحبت‌های ایشون در هفته آینده باشیم که به ما اجازه دادن وارد حریم زندگی و خونه‌شون بشیم. مرسی از لطفشون و سپاسگزاری می‌کنم ازشون در اینجا. و ما ادامه